سکوت کنیم، در ظلم آن ظالمان شریک خواهیم بود. فریاد سراسری معلمان در بیش از 110 شهر علیه ظلم و بی‌عدالتی مشتی بود بر دهان جنایتکارانی که با تبعیض و سرکوب به جنگ با فرهنگیان برخواستند. در وحشت از فرجام همین سلسله اعتراضات، صدای خودی ها هم در مجلس آخوندی در آمد. در بودجه 1401 دولت باید رتبه بندی معلمان را کامل اجرا بکنه تا کرامت و منزلت معلمان حفظ بشه، نه اینکه معلمان در سختی و رنج به سر ببرند و این وضعیت معیشتی است که اینها دارند. یک کارشناس حکومتی در وحشت از تبدیل شدن این اعتراضات به شورش های اجتماعی گفت: جریان حاکم از تسری و گسترش حرکت‌های جمعی توده‌ها هراس دارد و کشیده شدن دامنه یک اعتراض به سایر بخش‌های کشور را بر نمی‌تابد. الان هر بی‌سوادی نشسته بر پست‌های مدیریت رو صندلی‌های آنچنانی، من باید اینجوری صحبت کنم. پس آخرین بارتون باشه اگه بچه‌های فرهنگی اینجا جمع شدن با این واسه بخوان استیج بشینن. وای به حالتون، به خدا قسم وای به حالتون. ما معلمی داریم برای رفتن به محل کارش 180 کیلومتر در روز رفت آمد میکنه، ولی اینها متاسفانه نه حق احیا و ذهاب دارن، نه سرویس دارن، نه هیچی. و نه من امروز میگویم خستم از بی‌عدالتی، خستم از تبعیض. فرهنگیان با اجرای جمعی سرود ای ایران فریادشان را علیه دشمنان میهن به گوش جهانیان رساندند.